هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در نیجریه از این کشور خواسته تا حامیان و تأمین کنندگان مالی سنی های تون روی بوکو حرام را شناسایی کرده و راهی برای خاتمه دادن به خشونت و فعالیت های تروریستی در آنجا بیابد اردوارد کالون هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در شهر مایدوگوری که کانون خشونت بوکو حرام به شمار می رود در رابطه با تاثیر این خشونت بر توسعه در نیجریه گفت نیجریه باید مشخص کند که چه کسانی این شبه نظامیان را تأمین مالی می کنند این منابع را از کجا به دست می آورند و چطور می شود این افراد را پاسخ کرد به گفته او مقام نیجریه باید به این سالا پاسخ دهند تا راهی برای حل و فصل پایدار این حملات در این منطقه پیدا کنند به افزود بین سالهای 2017 تا 2020 حامیان مالی این کشور با حدود سه ممیز سه دهم میلیارد دلار از چالش های انسانی نیجریه حمایت کردند. این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که مردمان نیجریه در منطقه شمال شرقی با سختی و آوارگی مواجه هستند و طی این سالها بسیاری مجبور شدند زمین های کشاورزی خودشان را رها کنند. او خواستار تدوین سیاست هایی برای خارج ساختن افراد از تاثیر این خشونت ها شد.